برای اولین بار از زمان ختم جنگ سرد یک کشتی نظامی ایالات متحده تحت رهبری پیمان ناتو قرار داده شده تا در بانور نظامی در بحیره ادریاتیک در نزدیک سواحل ایتالیا شرکت کند. این مانور نظامی ناتو در حال صورت میگیرد که روسیه ساکرش را در اطراف سرحدات اوکراین بیشتر ساخته ولی کرملین مکررن هر گونه پلان برای تهاجم بر اوکراین را رد می کند. از سوی دیگر امروز سهشنبه شش کشتی نظامی روسی نیز در راه و سمت بهیره سیاه برای شرکت در مانورهای نظامی بودند جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده بعد از اولین ملاقاتش با اولاف شولز صدر زم جدید آلمان ابراز داشته است که ایالات متحده و آلمان روی انفاظ تحریمات شدید بر روسیه در صورت تاجم روسیه بر اوکراین با یکدیگر موافقند این ملاقات بر روز دوشنبه در قصر سفید بعد از آن صورت گرفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بیش از یکصد هزار سرباز روسی را در امتداد سرحدات اوکراین مستقر کرد و میگوید که تقاضای اوکراین و پیوستن به پیمان ناتو تهدید برای روسیه تلقی می شود و ایالات متحده و دیگر اعضای مقتدر ناتو باید مانع شمولیت اوکراین در این پیمان گردند ولی ایالات متحده میگوید که این انتخابی است که باید اوکراین بنماید رئیس جمهور بایدن میگوید که او معتقد است که یک راه حل دیپلماتیک هنوز ممکن است و شرکای ناتو نباید به عملکرد نظامی من حیث اولین گزینه رجوع کنند امروز صدر و من روی همکاری نزدیک انکشاف یک محموله قوی تحریمات که از راه حل بینالمللی و انفاظ سریع و نتایج شدید در صورتی که روسیه از استقلال اوکراین تخطی کند برخوردار است صحبت کردیم من می از آلمان و تمام شرکای ما در شرق اروپا و اتحادیه اروپا به خاطر کارشان در این کوشش مشترک سپاسگزاری کنم. اولاف شولتز صدر آلمان نیز با این نظر موافقت نمود ولی در مورد احتمال توقف فعالیت لولگاز نورد استریم دو چیز نگفت. ما به دوستان امریکایی خود می گوییم که ما با هم متحد هستیم، با هم عمل خواهیم کرد و تمام اقدامات مورد نیاز را اتخاذ خواهیم کرد. تحلیلگران برای این نظرند که ممکن این موضع متعول شود ولی احتمال می روید که شولت رد پای مرکل را در اکثر روش ها تعقیب کند. رابطه روی انرژی عمیقتر از تنها یک لوله گاز است و در آن تفاوتها کمتر می شود. من گفتم میتوانم به این دلیل که حکومت آلمان و شخص صدر ازم شولتز تایید کردند که در صورت تهاجم روسیه بر اوکراین حتی آینده لوله گاز نورد استریم دو نیز برای بحث مطرح است. در این زمان به روز دوشنبه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه من بخشی از کوشش ها برای یافتن یک راه حل دیپلماسی برای این بحران ملاقات کرد و انتظار می رود که شولز نیز هفته ی آینده به کیف سفر کند لینا روزبه تلویزیون آشنای صدای امریکا واشنگتن